بحث بر سر نبرد احتمالی اسرائیل در چند جبهه در آینده همچنان ادامه داره. تو ساخه هنگ هنگبی رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد با برآورد رکن اطلاعات ارتش که نبردی در چند جبهه را در آینده نزدیک برای این کشور پیش بینی کرده موافق نیست. هنگبی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا رابطه اسرائیل با آمریکا به دلیل اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو زرد شده گفت که همه روزه با مقام های آمریکایی در تماسه. اون گفت واشنگتن متوجه شده که اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در منطقه از جمله اقدامی که به مرگ یک آمریکایی در سوریه منجر شد افزایش یافته. به گفته این مقام امنیتی اسرائیل آمریکا میتونه در همکاری با اسرائیل جلوی اقدامات تهران رو بگیره. از چندی پیش و به ویژه پس از حملات اخیر گروه های فلسطینی علیه اسرائیل از سوریه، لبنان و غزه بحث بر سر نبردی چند جپهی در اسرائیل در جریانه. پیشتر یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که دوران درگیریهای های محدود به پایان رسیده و در آینده نزدیک اسرائیل احتمالاً به جای درگیریهای های محدود در یک جبهه با درگیری در چند جبهه مواجه خواهد شد. رسانه های اسرائیلی در روزهای گذشته با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه این کشور جزئیاتی از برنامه های تهران را در داخل و خارج مرز اسرائیل علیه امنیت این کشور منتشر کردند و نوشتن آمادگی در کشورهای همسایه برای جنگ احتمالی با اسرائیل و همچنین کشوندن تروریست به خاک اون از جمله این برنامه هاست. به گفته رکن اطلاعات ارتش اسرائیل جمهوری اسلامی هنوز موفق به این کار نشده اما میکوشد جبهه های دیگر را علیه تلاویف از جمله در لبنان، سوریه، نوار غزه، کرانه باختری و عراق فعال و تقویت کنه. اشپیگل به تازگی رخدادهای اخیر اسرائیل از جمله مسائل داخلی این کشور و نیز حملاتی را که با هماهنگی حزب الله و حماس به این کشور صورت گرفته به سود جمهوری اسلامی دونسته. این در حالیه که به گفته نتانیاهو در دیدار با رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور جمهوری اسلامی مسئول 95 درصد از تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل از اون طرف حمله شبانه ارتش اسرائیل به فرمان شاهزاده رضا پهلوی تیتر خیلی از رسانه ها بود آنها گفتند راه فرار دیکتاتور بسته شده محاصره بیت رهبری توسط بالگردهای نظامی اتفاق افتاده علی شریفی زارچی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف یک شنبه سه اردی بهش با انتشار توییتی از اخراج یکی از اساتید دانشگاه تهران به دلیل حمایت از دانشان معترض خبر داد. بر اساس نوشته شریفی زارچی، آرش رئیسی نژاد، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که از دانشان معترض در جریان اعتراضات سراسری ایران حمایت کرده بود، از دانشگاه اخراج شده. این استاد دانشگاه خود نیز با بازنشر این توییت خبر اخراج از دانشگاه تهران رو تایید کرد و نوشت چه میشد که روزی رسد که خانواده ایرانی در خانه خود ایران یک زندگی همراه با رفاه شادی و با عزت داشته باشند آیا آن روز را خواهیم دید نمیدانم ولی به امید آن روز اسفند ماه سال گذشته وبسایت رویداد 24 نوشته بود که مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم در نامه‌ای به دانشگاه تهران اطلاع داده که با تمدید حکم رئیسی نژاد مخالفت به عمل اومده. رئیس نژاد فارغ التحصیل دانشگاه بین‌المللی فلوریدا است و مقالات و کتاب‌هایی درباره مسائل ژئوپلیتیک منطقه نوشته. این استاد دانشگاه آذر گذشته در حساب کاربریش در توییتر و اینستاگرام نوشته بود که هفته اول مهر سال گذشته پیگیر آزاد شدن یکی از دانشجویان بوده و برای رفع تعلیق سماهی یک دانشجوی دیگر تعهد داده. پیشتر نیز گزارش های مبنی بر اخراج و ممنوع ورودی شماری از اساتید دانشکده علوم اجتماعی تهران و دانشگاه هنر که هامی اعتراضات سراسری یا دانشجان معترض بودند در رسانه ها منتشر شده در ادامه محدودسازی ارائه خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری اداره کل موزه های کشور در بخشنامه‌ای به اداره های کل میراث فرهنگی استانها اعلام کرد که حضور افراد بدون حجاب اجباری در موزه ها و مجموعه های تاریخی سراسر کشور ممنوعه بنابر ادعای مرتضا ادیب زاده مدیر کل موزه های وزارت میراث فرهنگی دلیل این ممنوعیت پاسداری و سیانت از شئون فرهنگی و حریم امنیت عمومی جامعه عنوان شده از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی که از شهریور ماه 1401 به دنبال مرگ محسا امینی زن 22 ساله اهل سقز در بازداشت ماموران گشت ارشاد رخ داد شمار زیادی از زنان ایران هجاب اجباری را از سر برداشته و حاضر به تن دادن به آن در فضای عمومی نیستند این هم موجب شده که حکومت برای اعمال حجاب اجباری در قیاب گشت رسمی ارشاد به شیوه های گوناگون فشار بیشتری به شهروندان به ویژه زنان وارد کند یکی از ابزارهای اعمال فشار بر زنان عدم ارائه خدمات اجتماعی در بانک ها و ادارات دولتی بیمارستان ها و فرودگاه هاست. پلان پسناف فشار بر صاحبان کسب و کار، مراکز گردشگری و اقامتگاه ها و حتی سینما ها و کتابخانه ها نیز از دیگر روش های سرکوبگرانه در تقابل با مخالفان اجباری است. این اقدامات در حال صورت میگیره که شماری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر بارها تاکید کردند که چنین ممنوعیت هایی مبنای قانونی نداره دوشنبه چهار اردی بهشت تو شبک های اجتماعی گزارش از ارسال پیامک های تهدیدآمیز با شماره های شخصی در موضوع هجاب اجباری به صاحب یک فروشگاه لباس در بهبهان منتشر شده که به تازگی رفع پلوم شده بر اساس توییتی که مهنوش تافیان خبرنگاری که در ابتدای جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده بود پیامک برای بهار خونیانپور صاحب فروشگاه لباس بهارگل در بهبهان فرستاده شده تصاویر منتشر شده از این پیامک ها تأکید میکنه که کلیه اونها از شماره های شخصی برای صاحب این کسب و کار ارسال شده در یکی از این پیامک ها اومده شما به افرادی بیهجاب خدمات ارائه دادین اگر به همین روال ادامه بدین برخورد غذایی صورت میگیره. مهنوش و تافیان در این باره نوشته واقعا نمیدونم برای چند نفر فرستاده شده اما یک پرسش دارم آیا قوه قضاییه و یا هر نهادی که مسئول نظارته میتونه به این پرسش پاسخ بده که این شماره های شخصی چه کسایی هستند فروشگاه لباس بهارگل واقع در بهبهان در اسفند گذشته به دلیل کشف هجاب برای سومین بار پلوم شد صاحب این فروشگاه در اواخر آزرما پس از مراجعه به شعبه یک کیفری دادگستری بهبهان برای انجام مراحل فک پلم محل کسب خود بازداشت و پس از یک هفته با تودیع قرار وسیقه از زندان سپیدار اهواز آزاد شد در هفته های اخیر گزارش های بسیاری از پلمب واحدهای واحد های سنفی در سراسر ایران در ارتباط با اعمال سیاست هجاب اجباری منتشر شده اما زنان و دختران قیور ایران زمین دست از این مبارزه مدنی بر نمی دارند و همچنان به این کار خود ادامه می دهند. خیلی از مغازه ها و دارندگان کسب و کار از این حرکت حمایت می کنند و پنهانی و یا به آشکار خدمات خودشان را به این زنان عرضه می کنند. اما حامیان کثیف ولایت وقی به راحتی نون مردم را آجر می کنند و با گزارش ها و پلم کردن مغازه جلوی رزق و روزی مردم را می گیرند. برای اجرای یک قانون اشتباه که در هیچ جای اسلام اجبار نیست بزرگترین گناه ها را مرتکب می شند.